الإمام الباكر عليه السلام، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بنام خداوند بخشنده مهربان ابتدار تسلیمت عرض میکنم سالوز شهادت حضرت امام بالغ علیه السلام. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید چه کسی ستمگرتر از آن کسی است که مساجد را خراب میکند، منع میکند از اقامه نماز در آن. اینان کسانی هستند که در آخرت خسران دارند و اینها کسانی هستند که باید هنگام ورود به مساجد حقیر زبون و با حالت ترس وارد بشن. البحرین الجزیرة الصغیرة بحجمها الكبیرة برجالاتها. بحرین جزیره ای که از لحاظ وسعت جغرافیایی کوچک اما با مردانی بزرگ. التي دخلت الاسلام طبعا وحفظت الاسلام. جزیره ای که مردمش بدون جنگ و خونریزی اسلام آوردند و بر این مسیر باقی ماندند. و حفظت مذهب اهل البيت عليهم السلام. و تابع مذهب اهل البيت عليهم السلام هستند. و التي خرجت كبار من علماء مذهب اهل البيت. علمای بزرگی از مذهب اهل البيت عليهم السلام از میان مردم بحرین برخواستند. امثال امثال علامه شیخ عصفور بحرانی و سید هاشم طبلانی بحرانی و سید هاشم طبلانی بحرانی و شیخ میثم بحرانی و شیخ میثم بحرانی و شیخ سلیمان ماحوسی بحرانی و شیخ سلیمان ماحوسی بحرانی و غیرهم الكثير من العلماء و بسیاری دیگر از علمایی که از این خاک برخواستند. البحرین تواجه اليوم حملة شعواء ضد مذهب أهل البيت. امروز بحرين در مقابل هجومی ویرانگر علیه مذهب اهل بیت علیهم السلام مقاومت میکنه. و ضد علماء مذهب اهل البيت علیهم السلام. و بر ضد علماء مذهب اهل بیت علیهم السلام. و ضد حوزات العلمية لأهل البيت. و علیه حوزهای و بر ضد مراسمات مرتبط با امام حسین علیه السلام. منذ انطلاق الدوره الرابع عشر من فبراير از هنگامی که
دادگاهان ایشان را احضار میکنند. التي تحكم على حسب الهوى السياسي. دادگاه ها یا بیدادگاه هایی که بر اساس هوا و هوس سیاسی حکم صادر می کنند. منذ اللحظة الأولى التي صدر فيها القرار الظالم. از اون لحظه اولی که حکم بازداشت ظالمانه شیخ صادر شد. والناس والشعب البحراني الغيور يحيطون بمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم. مردم غيور بحرين در بر گرفتند منزل شیخ عیسی قاسم را. مدافعین عن تا از ایشان دفاع کنند. یحیطون بداره خانه ایشان را در بر گرفتند. یحیطون را در بر گرفتند تا از ایشان حمایت کنند. و یفدونه بارواحهم و خودشان را فدای ایشان کنند. و تبدیل على اثر ذلك به همین سبب بسیاری بازداشت شدند. ما یقارب من 20 عالم به همین سبب حدود 20 شخصیت و عالم دینی بازداشت شدند. و تم استدعاء و تحقیق مع ما یقارب من 60 عالم دین و همچنین 60 تن از شخصیت ها و علمای دین به دادگاه فرا خوانده شدند. القرار اليوم هو القضاء على مذهب اهل البيت في البحرين. امروز تصمیم ظالمانه حکومت بحرین از بین بردن مذهب اهل بیت علیهم السلام. كل ما يرمز الى مذهب اهل البيت. و آنها تصمیم دارند هر آنچه که اشاره و نمادی از مذهب اهل بیت علیهم السلام هست رو مورد هدف قرار بدن. بدءا من العلماء. ابتدا از علما. وفريضة الخمس. سپس خمس. ومنع الخطابة السياسية على المنبر الديني. و منع خطباء از اینکه سخن سیاسی بر زبان برانند در منبرها. ومنع صلاة الجمعة. منع اقامة نماز جمعه. ان شعب البحرين همانا مردم البحرين مردمی که از لحاظ جمعیت اندک. الكثير باتكاله على الله. ما از لحاظ توکل بر خداوند متعال بسیارند. يواجه اليوم مشروع القوى الاستكباريه في العالم. امروز در برابر طرح و نقشه استکبار در جهان مقاومت میکنه. و هو بلا ناصر ولا معين. در حالی که بدون یار و یاور باقی مانده. ولا زالت صرخات نساء البحرين. و همچنان فریادهای و شیونهای زنان بحرین و اطفال بحرین کودکان بحرین و شباب بحرین جوانان بحرین و علمای بحرین علمای بحرین. هدا من ناصر ینصرنا. آیا یاوری هست که ما را یاری کنه؟ هدا من معین یعیننا. آیا کسی هست به ما یاری رساند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.